موتور که روی حالا دوتا ماشین نصبه، گشتاور 142 نیوتن متر توی دورهای پایین تری به شما میده و تعویض دنده توی این ماشین عملا کمتره. قطعا این موتور مصرف سوخت کمتری رو داره به نسبت موتور XU7 و صدای خیلی کمتری رو هم تولید میکنه. زمانی که پارس به بازار اومد، خب خیلی ما احتمالاً هممون بچه بودیم که پارس به بازار عرضه شده، اما خب هنوزم هست. موتور این ماشین رو تو سال 89 عوض کردن و پارس الیکس به بازار اومد. پارس الیکس در دو نسخه، هم اتوماتیک یعنی با گیربکس موتور و گیربکس 206 تیپ 5 آوردن کردن تو این ماشین، شد پارس اتوماتیک. با گیربکس دنده‌ای بی‌تری هم شد پارس الیکس دنده‌ای. و چندین و چند ساله این ماشین هم داره تولید میشه. این ماشین شتابش توی کاتالوگ به نسبت پارس معمولی یا پارس سال حدوداً 2 ثانیه شتابش گفته که این بیشتره، یعنی این کنتره. اما واقعیت اینه که من این 2 ثانیه رو توی ماشین خودم حس نمی کنم. شاید باید توی طولانی مدت این موضوع رو تست بکنیم و ببینیم که چه موردی داره. اما همه دارندگان این ماشین موضوع رو تصدیق میکنن که گشتاور این ماشین بیشتره و تو دورهای پایین راحت تر میتونن باش رانندگی بکنن. نکته دیگه ای که هست اینه که توی سری اول پارس الیکس که تولید میشد، این ماشین با یه دونه ایربگ هم عرضه شد و داشبورد قدیم بود و از سال 93 داشبوردش جدید شده، شد 2 ایربگ. بریم سراغ این بحث که اگر چی میخوای چی رو باید بخری. خب شما اگر کابین بزرگ لازم داری باید بری پارس الیکس بخری. اگه ماشین پرشتابتر و جمع جور رو برای استفاده های شهری میخوای ماشین بخری باید بری 206 رو بخری. اگه کنسول عقب خیلی برات مهمه که زیرارنجی داشته باشی و دستات استراحت بکنه وقتی عقب نشستی، باید پارس الیکس بخری. اگه خیلی دلت میخواد که یه مقداری استایل ماشینت مال خیلی سالهای قبل نباشه و یه کوچولو هم جوان پسند باشه، باید بری 206 رو بخری. اگه دلت میخواد فقط پشت سری صندلی عقب صندلی جلوی ماشینت رو بتونی برقی تنظیم بکنی، باید پارس الیکس رو بخری. و توی 206 هم ما آپشن خیلی خاصی رو نمیبینیم حقیقتاً دیگه. 206 ایربگ داره، ای بی اس داره، آینه هاش برقیه، شیشه سمت رانندش هم نهایتاً به صورت اتوماتیک میاد پایین. اما اونایی که پارس سوار میشن معمولا کسایی هستن که میخوان استفاده خانوادگی از این ماشین داشته باشن، و اونایی که میرن پارس LX سوار میشن اونایی هستن که از واشر سر سیلند زدن خسته شدن. یعنی شما XU7 رو نگم براتون چه خبره، همش واشر سر سیلند. تازه اونایی که میرن پارس LX میخرن میخوان صدای ماشینشون هم یکم کمتر باشه و مصرف سوخت هم براشون اهمیت داره. خب بالاخره موتور سن و سالش کمتره، یکم جدیدتره. اما اونایی که میرن 206 رو انتخاب میکنن اصلا نمیخوان وزن مالیشون مشخص باشه که پول دارن یا پول ندارن. اینا میخوان یه ماشینی رو دم دستی استفاده بکنن برن بیان، یا اینکه ممکنه نه واقعا همین یه دونه ماشین رو داشته باشن، یه ماشینی که آدم واقعا نمیتونه متوجه بشه طرف وضعیت مالیش چجوریه. همه سوارش میشن، همم گوشه خیابون پارکش میکنن با خیال راحت. اما اونایی که 206 سوار میشن و خسته شدن از اینکه این درشونو کج کردن، میتونن برن پارس الیکس سوار بشن، اتاقش هم بزرگتر. 206 سوارا 3 دستن. یکیش جوانایی هستن که عشق یکم سرعت و قطعا سیستم و تقویت و تیونینگ و اینا، که اونا اصولا اینجوری میشینن تو ماشین، همین جوری که شما میبینید، دست اینجوری، اینجا دست رو دنده، حتما هم دستت به این گردالی زب بعد nhiều gà nhiều vịt nhé, nhưng mà ta vẫn băm rất lâu mới được mà, chảo mèo.